به نام خدا و سلام خدمت شما عزیزان همراه محمد مهدی علیزاده هستم کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار MBA و علاقه به دنیای کسب و کار در خدمت شما هستم با آشنایی با بوم مدل کسب و کار میخوایم ببینیم بوم مدل کسب و کار چی هست و در چه مواقعی به کار ما میاد و شامل چه بخش هایی میشه در, در انتهای درس هم مروری خواهیم داشت به بوم مدل کسب و کار چند تا بیزنس معتبر داخلی و خارجی که همه شما حتما باشون آشنا هستید ولی خب از این منظر بررسیشون خواهیم کرد. بذارید با هم دیگه یه موضوعی رو بررسی بکنیم. همه ما خیلی از کسانی که اطرافمون هستند و حتی شاید خودمون علاقمند هستیم به این که کسب و کار مستقل خودمون رو راه بندازیم. دوست داریم رو پای خودمون وایسیم. دوست داریم یک استارتاپ رو ران بکنیم و شروع بکنیم و در نهایت یک طرح موفقی رو داشته باشیم. ایده میگیریم از طرحهایی که وجود دارند و به موفقیت رسیدند در حال حاضر و شاید ما خودمون از اونها داریم خدماتی رو دریافت میکنیم و از مشتریانشون هستیم به نوعی. بذارید با هم دیگه یه مروری داشته باشیم یک داستان رو این کسی که اینجا میبینید پیمان هست مثل یکی از دوستای خودمون یا شاید خودمون دقیقا سن و سالش هم 28 سالشه دانش آموخته یک دانشگاه معتبر هست مثل خیلی از دوستامون یا خود شمایی که همین الان دارید این ویدیو رو میبینید و دوباره مثل هر دوی ما علاقمند هست به دنیای کسب و کار و دوست خودش باعثه. دقیقا همون موردی که خدمتون عرض کردم پس پیمان 28 ساله دانش آموخته دانشگاه معتبر و علاقمند به دنیای کسب و کار هست دوست در روپای خودش وایسه همیشه ذهنش درگیره فکر میکنه ایده میده طرح میده و کلا دنبال این هست که از یک ایده ناب بکر پولی در بیاره و فکرشو تبدیل به ثروت بکنه برای راه اندازی کسب و کار خودش داره یک ایده نو رو مطرح میکنه و به دنبالش هست در نتیجه میره برای ایده خودش مطالعات بازاریابی و مطالعات بازار رو انجام میده میبینه رقبا کی هستن میبینه آمار استقبالی که از اینجور خدمات شده در کشورهای مختلف به چه صورت هست و حدسیاتی رو مطرح میکنه چون ایدش نو هست در مورد اینکه تو این بازار چقدر میتونه موفق باشه و شاید حالا نظرسنجی هایی رو انجام داده شاید با مشاورینی صحبت کرده آمار و ارقام کسب و کارهای مشابه رو بررسی کرده و خلاصه اینکه با مطالعات بازار و یه سری حساب و کتاب هایی که تو حوزه بازاریابی و مطالعات بازار هست و ما اینجا بهش وارد نمیشیم به این نتیجه میرسه که نتایج امیدوارکننده است و پیمان شروع میکنه به نوشتن یک طرح کسب و کار بسیار خوب چرا میگم بسیار خوب چون طرح کسب و کارش با توجه به دانشی که داره و مطالعات بازاری که انجام داده و داره خوب هم پیش میره نتایج امیدوار کننده ای بهش داده پس یک طرح خوب هست در واقع داره بیزنس پلن خودش رو مینویسه همون طرح کسب و کارش ایدش چیه پلنش برای درآمدزایی چه خواهد بود و بقیه موارد که حالا شروع میکنه به پیاده سازی طرح کسب و کار خودش خب طرح کسب و کار خودش رو پیاده کرد اما اگر دقت کرده باشیم بر اساس این سه تا مورد یعنی دانش و ابزار کسب و کار که دانش رو خودش داره و دوستانش ابزار کسب و کار رو به خوبی میدونه و در کنار این مطالعه و تحقیق میکنه مطالعات بازار رو انجام داد دید رقبا چه کسایی هستند و بقیه موارد آیا وارد بشه یا نشه و طرحی که نوشته طرح کسب و کارش و بیزنس پلنی که نوشته بر اساس این سه تا مورد تصمیم میگیره که شروع بکنه قراردادهای مختلف رو امضا بکنه و در واقع تأسیس شرکت نوپای خودش رو داشته باشه پس بر اساس اون سه تا ابزار شروع کرد و شرکت نوپای خودش رو میخواد تاسیس بکنه اما همه چی خوب پیش میره شرکت داره اجرا میشه در ظاهر امیدوار هست به اینکه موفقیت های خوبی کسب بکنه محصول و خدماتش رو وقتی ارائه میده به بازار و انتظار فروش خوبی داره و کسب درآمد بالا اما این آقایی که میبینید استیو بلنکه و میگه که هیچ طرح کسب و کاری در نخستین تماس با مشتریان موفق نمیشه همین باعث میشه که در واقع این طرح برای این شرکت نوپا شکست بخوره این یک شرکت نوپا بود یک استارتاپ بود چسبیدن به یک طرح کاغذی برای آینده روشن جواب میده نه برای شرکت های نوپا طرحش خیلی خوب بود ولی موفق نشد چرا این آقا پیمان سوالی که الان براش مطرح شده و همه ازش میپرسند در واقع این هست که آیا طرحش مدل کسب و کار داشته یا نه طرحی که داده بود خب بیزنس پلنش بود اما آیا این یک بیزنس مدل هم داشت یا نداشت و سوالی که بعد مطرح میشه اینه که خب بیزنس مدل اصلا چیه بیزنس مدل یا همون مدل کسب و کار چه چیزی هست ما با این مقدمه در واقع فقط خواستیم بگیم که مدل کسب و کار وجودش برای استارتاپ ها ضروری هست و البته الان میخوایم بهتون بگیم مدل کسب و کار چیه بعد ببینید یکی از راههایی که این مدل رو میشه ساخت چی خواهد بود که در ویدیوهای بعدی خدمتتون معرفی خواهم کرد مدل کسب و کار مدل کسب و کار طبق تعریفی که ارائه شده منطق چگونگی آفرینش رساندن و کسب ارزش و توسط سازمان رو توصیف میکنه خب پس اینکه چطور ارزش آفرینی بشه ارزش رسانی بشه و همینطور ارزش کسب بشه توسط این سازمان خلاصش میشه این منطق شرکت جهت درآمدزایی با چه منطقی میخوایم درآمدزایی بکنیم اون تعریفی که میبینید نوشته شده هم توسط این آقا ارائه شده الکساندر اوستروالدر هست نویسنده کتاب بیزنس مدل جنریشن که در یه بخشش در مورد مدل کسب و کار صحبت میکنه و اصلا از کسانی هست که روی مدل کسب و کار تمرکز خیلی بالایی داره و تسلط بالایی داره طبق تعریف ایشون منطق شرکت جهت درآمدزایی میشه مدل کسب و کار حالا به شکلهای دیگه هم میشه گفت معماری یه بنگاه و شبکه شرکاش برای اینکه خلق بازاریابی و تحویل ارزش بکنه یا ارتباط سرمایه یک یا بخشی از مشتریان برای ایجاد جریانهای درآمدی پایدار و سودآور برای سازمان که به صورت خلاصه این هست که شما دنبال این هستید که پازلتون رو تکمیل بکنید برای درآمدزایی در جهت اینکه چطور خلق ارزش بکنید برای هر بخشی از مشتریانتون طبیعتا شما یک دست مشتری ندارید حالا تو بخش مشتریان صحبت خواهم کرد و در موردش صحبت میکنیم با هم دیگه شما چند دست مشتری میتونید داشته باشید ولی اینکه چطور خلق ارزش بکنید براشون تا پازل شما تکمیل بشه و از این کسب و کارتون به درآمد برسید میشه مدل کسب و کار و یا به یک زبان خودمانی دیگر همینطور که توی این پازل میبینید ارزش رو گذاشته چگونه چه چیزی و توسط چه کسی یا به چه کسی این ارزش ارائه بشه چند تا سوالی هست که مطرح میشه اما تعریف خودمونی مدل کسب و کار هم اینه که چطور کالا یا خدمات ارزشمندی تولید بشه و به مشتری عرضه بشه این ارزشمند بودن مهم هست که مشتری باید یک ارزشی کسب بکنه وگرنه سراغ کالای شما نخواهد آمد که در مورد این هم صحبت میکنیم و جدای اون تعریف خلاصه که گفتیم منطق درآمدزایی این شرکت از این به بعد وقتی گفتیم مدل کسب و کار خب میگیم شرکت از کجا و چه جوری پول در میاره این میشه مدل کسب و کار از کجا و چگونه پول در میآورد هدف مدل کسب و کار خلق ارزش هست برای مشتری ارزش و مشتری رو با رنگ دیگری آوردیم به این دلیل که این سوال مطرح میشه که چطور ارزش آفرینی بکنیم این میشه هدف اول که همون خلق ارزش هست و هدف دوم که گفتیم برای مشتری یعنی اینکه برای کدوم دسته از مشتریان ما دنبال این ارزش آفرینی هستیم و مخاطب ما هستند پس تا اینجا شناختیم مدل کسب و کار رو و فهمیدیم که مدل کسب و کار چیه اما میرسیم به تیتر درس بوم کسب و کار چی هست که میخوایم در مورد این صحبت بکنیم بوم کسب و کار یا بیزنس مدل کانواس یه ابزاری هست که به ما کمک میکنه در قالب یک زبان مشترک مفاهیم و عناصر کسب و کار رو کنار یکدیگر رسم بکنیم پس میایم مفاهیم و عناصر کسب و کارمون رو روی یک بوم میچینیم کنار همدیگه و یک زبان مشترک هست بین تمام کسانی که تو این حوزه کار میکنن و شما حالا بوم های مختلف رو میبینید مثلا این یک بوم مدل کسب و کار هست مربوط به یه بیزنس حالا با این عنوان تیچینگ کیت، اتوماسیون که رسم شده در مورد بخشش صحبت خواهیم کرد فقط جهت اینکه شما ببینید بوم کسب و کار که میگیم اینه و این هم یک بوم کسب و کار دیگر فارسی رو هم خواهیم دید جلوتر که چند مثال فارسی رو هم با هم بررسی بکنیم خواهیم دید پس رسیدیم به بوم مدل کسب و کار و در جلسات بعدی قرار هست در مورد بوم کسب و کار صحبت بکنیم استفاده از این بوم کسب و کار در حال افزایش طبق تحلیل روندی که گوگل انجام داده و نشون داده شده سهم قابل توجهی در استارتاپ ها رو بوم کسب و کار داره تقریبا از سال 2014 به این طرف تمام استارتاپ ها در ابتدا روی بوم کسب و کار شروع کنند و کار میکنند مدلشون رو پیاده سازی میکنند فرضیاتشون رو میذارند و این یک ابزاری هست که مورد استفاده تقریبا 99 درصد استارتاپ ها اگه نگم همشون هست پس آشنایی با این برای شما ای که دوست دارید یک استارتاپ جدید رو اجرا بکنید و کسب و کار خودتون رو راه بندازین ضروری به نظر میرسه توی جلسات بعدی میبینیم که این بوم کسب و کار چی هست سلام در خدمتتون هستم با آشنایی با بوم مدل کسب و کار گفتیم که مدل کسب و کار چی هست و اصلا چه نیازی به داشتن مدل کسب و کاره و به این نتیجه میرسیم که برای شروع یک کسب و کار داشتن یک طرح به تنهایی کافی نیست و باید این کسب و کار رو از جنبه های مختلفی بررسی بکنید یعنی برای تک تک کارهایی که قرار انجام بشه هزینه ها مشتری ها و غیره باید برنامه ای ارائه بشه اینجاست که با همدیگه میریم بوم مدل کسب و کار رو که شامل نه بخش هست به صورت تک تک و بخش به بخش میشناسیم در واقع الان میخوایم یک کسب و کار رو از نه جنبه بررسی بکنیم و ببینیم که در یک کسب و کار با چه چیزهایی مواجه هستیم بوم مدل کسب و کار به ما پیشنهاد میده که بخش های متنوعی رو برای کسب و کارمون در نظر بگیریم و براشون راه حل ارائه بدیم اگر مشکلی وجود داره و یا اینکه اون جنبه رو خوب بشناسیم. بوم کسب و کار بخش اول. بخش اول پازل یا بوم که سمت راست بوم قرار میگیره بخش مشتریان هست که اینجا هم با این نماد معمولا در تمام تصاویری که از بوم کسب و کار به صورت گرافیکی منتشر شده به این شکل نمایش داده شده. بخش مشتریان همه ای ما خوب میدونیم که مشتریان قلب مدل کسب و کار هستن. شما برای اینکه از یک کسب و کارتون به درآمد برسید به مشتریان نیاز دارید. قرار نیست یه چیزی رو به خودتون بفروشید. واضحه که مشتریان باید باشن و باید اول از همه مشتریتون رو بشناسید تا اون کسب و کار شما معنا پیدا بکنه. بدون اینکه مشتری داشته باشید هیچ کسب با و کاری دووم نمیاره پس فکر میکنیم به اینکه مشتریای ما چی هستن در واقع ما باید به این سوال جواب بدیم که کسب و کار ما به چه افراد یا سازمانهایی دسترسی داره و به اونها خدمت رسانی میکنه ما در یک کسب و کار یا محصول داریم یا خدمت داریم که اکثرا این روزها به سمت خدمت میرن یعنی اکثر کسب و کارهایی که امروزه میبینید دارن گوشه کنار سر در میارن و هر روز یک کدوم از اینها بهتون معرفی میشه دارن خدمت رسانی میکنن به جای اینکه یک محصول رو ارائه بدن هر بعضی چیزها واقعا محصول نیستند و شاید به صورت محصول هم بشه اونها رو در نظر گرفت ولی واقعا خدمت باشن توی بخش مشتریان ما اولین سوالی که باید پاسخ بدیم اینه که به چه افرادی دسترسی داریم و یا به چه سازمانهایی دسترسی داریم یه وقت هست شما به یه سری افراد قرار هست محصولاتی رو یا خدماتی رو بفروشید و ازشون در واقع سود به دست بیارید یه وقت هست طرف حساب شما و مشتری شما یه سری سازمان ها هستند به جای اینکه با اشخاص سر کار داشته باشید پس اول از همه فرد یا سازمان رو بشناسیم به چه مشتریان و کاربرایی قرار هست سرویس بدیم اینها رو تعریف بکنیم و از همه مهمتر چه کارهایی رو واقعا میخوان که ما باید انجام بدیم یعنی انتخاب مشتریان و تعریف مشتریان مبتنی بر این باشه که کسب با و کار ما قرار هست چه نیازی رو در واقع از اونها برطرف بکنه و خواسته مشتریانمون رو هم باید در نظر بگیریم و میرسیم به این که در این کسب و کار ما باید خلق ارزش بکنیم این خلق ارزش برای چه کسانی هست و مهمترین مشتریان ما چه کسانی هستند این هم پاسخی باید براش ارائه بشه و ما باید بشناسیم مهمترین مشتریانمون رو و اینکه این ارزشی این که خلق میکنه کسب و کار ما برای چه کسانی خواهد بود در بخش مشتریان خیلی وقتها شناخت گروه های مشتریان مهمه یعنی شما مشتریانتون رو وقتی که دارید تعریف میکنید به گروه های مختلف تقسیم بندی میکنید این گروه بندی ها به شما کمک میکنه تا بعد بتونید به صورت هدفمند سرویس های دیگرتون رو تعریف بکنید یعنی بخش های دیگر بوم رو تکمیل بکنید چند نمونه بوم کسب و کار رو با همدیگه میبینیم دو نمونه خارجی و دو نمونه ایرانی بومش رو نیاوردیم که همینطور دونه دونه با همدیگه فکر بکنیم و ببینیم که چجوری میشه تکمیلش کرد و شما میبینید که توی بومهایی که حالا قرار داده شده و در ادامه با هم میبینیم مشتریان گروه بندی شدن چرا گروه بندی میکنیم اصلا؟ به این دلیل که بدونیم برای هر گروه قرار چه خدماتی ارائه بدیم از هر گروه قرار چجوری پول در بیاریم خلاصه داستان چجوری پول در بیاریم از این گروه های مختلف این مهمترین بخش کارمونه نحوه خدمت ها مختلفه اما این گروه بندی ها به شکل های مختلفی انجام میشه و با معیارهای مختلف گروه بندی میشن مشتریان یکیش نیازهای مشتریانه. مشتری شما اگر نیازهای متفاوتی داشته باشند طبیعتا برای پاسخ دادن به اون نیازها باید راه حل های متفاوتی در نظر بگیرید دو نیاز متفاوت ممکنه یک جواب یکسان و مشابه داشته باشند ولی از همه مهمتر اینه که دو دسته مشتری متفاوت هستند پس بهتر اول نیازهای مشتریاتون رو بشناسید و بر همون اساس اگر ممکنه مشتریانتون رو گروه بندی بکنید. یه وقت از کانال های دسترسی متفاوتن شما به یه سری از مشتریانتون از طریق اینترنت دسترسی دارید اینترنت که میگم یعنی وبسایت، شبکه های اجتماعی و انواع اقسام کانال ها که همین میتونه حالا دسته‌بندی هم بشه مثلا به یه سریاشون از طریق وبسایت دسترسی دارید به یه سریاشون از طریق اپ موبایل دسترسی دارید به یه سریاشون از طریق شبکه های اجتماعی و کانال هایی که موجود هست دسترسی دارید به یه سریاشون به صورت کاملا فیزیکی دسترسی دارید کسانی هستند که به فروشگاه های شما مراجعه میکنن به شرکت شما مراجعه میکنن و شاید هم کاملا سازمانی اگر باشند ممکنه که به این راحتی ها به شما مراجعه نکنن و راه های دیگری برای دسترسی به اون سازمان شما در نظر گرفته باشید پس کانال دسترسی باعث میشه شما مشتریانتون رو به شکل های مختلف گروه بندی بکنید یه گروه بندی ساده میتونه همین باشه مشتریانی که از طریق اپلیکیشن سفارش میدن مشتریانی که از طریق وبسایت سفارش میدن و یا مشتریانی که حضوری به فروشگاه های ما مراجعه میکنن انواع مختلف روابط میتونه عامل دیگری باشه برای گروه بندی هایی که شما انجام میدید سطح سوداوری معیار دیگر هست برای شما ممکنه یک مشتری که به صورت سازمانی به شما مراجعه میکنه به دلیل اهمیت کارش به دلیل حالا ایجاد ارزشی که برای اون سازمان میکنید بستگی به اون سازمان داره به بستگی به خدمتی که شما ارائه میدید به اون سازمان سطح سوداوری بالاتری داشته باشه براتون اون سازمان اگه سطح سوداوری بالاتری داشته باشه طبیعتا در نحوه خدمت رسانی به اون سازمان ممکنه برای شما تفاوت ایجاد بکنه و شما به اون سازمان به شکل دیگری خدمت رسانی بکنید و این هم نکته مهمی هست و مورد آخر که بندی دیگری هست البته این مورد های متفاوت دیگری هم وجود داره من چند مورد مثال را آوردم برای اینکه به ذهن نزدیک بشه تمایل و پرداخت هزینه برای جنبه های مختلف محصول یا خدمات هست باید ببینید که مشتریانی که تمایل دارند برای مثلا یه بخش از محصول شما برای یکی از امکاناتی که محصول شما میده تمایل دارند پرداخت هزینه داشته باشند و هزینه بکنن برای این محصولات شما در یک گروه بندی خاص قرار بدید و به شیوه دیگری بهشون خدمت رسانی بکنید که در بعضی کسب و کارها این جنبه هم میتونه مهم باشه از انواع گروه بندی های مشتریام میتونیم اینجوری مثال بزنیم که شما شاید یک خدمات رو برای دختر خانم هایی که از سن 14 تا 25 سالگی شامل میشن و ساکن شهر تهران باشن در نظر بگیرید این میشه یک گروه از مشتریان یا آقا پسر که از ده سالگی تا 17 سالگی در شهر اصفهان زندگی می کنند. تک تک این گروه های مشتریان بستگی به کسب و کار شما داره و تونه تعریف بشه که شما بر اساس اونها میخواهید خدمت رسانی بکنید و بخش های دیگر بومتون رو تکمیل بکنید. پس گام اول شناخت مشتریان. بریم سراغ چند تا مدل کسب و کار از کسب و کارهای موفقی که در کشور خودمون داریم. یکیش کافه بازاره. کافه بازار رو هممون میشناسیم. جایی که شما احتمالا اگر که موبایل اندرویدی دارید یا یه دیوایس اندرویدی دارید که به احتمال زیاد هم خودتون یا خانوادتون دارند این رو کافه بازار رو نصب کرده باشید روش روی گوشی اکثر کاربرهای ایرانی این کافه بازار نصبه کافه بازار جایی هست که برنامه نویسایی که نرم افزارهایی رو توسعه میدن و تولید میکنند برنامه هاشون رو قرار میدن چه به صورت رایگان چه برای فروش کسانی که میخوان تبلیغاتی رو قرار بدن در نرم افزارهایی که تعداد نصب بالا داره مراجعه کنن و تبلیغاتشون رو ارائه میدن که معمولا از طریق سرویس عدد این اتفاق براشون میفته و کاربران عادی میان و نرم افزارهای مختلف رو چه بومی چه غیر بومی دانلود کنن و نصب کنن و ممکنه برای بعضیاش هزینه ای پرداخت بکنن خب مشتری های مختلف کافه بازار چه کسایی میتونن باشن یکم روش فکر بکنیم ببینیم که کافه بازار چه مشتریایی میتونه داشته باشه همین الان چند دستش رو مثال زدیم لازم نیست که ما همه مشتریانشون رو بشناسیم به هر حال کسب و کار کسب و کار ما نیست ما قرار هست بوم رو برای کسب و کار خودمون تکمیل بکنیم نه برای کسب و کار دیگران اما تکمیل کردن بوم یا حداقل تا حدودی شناختن بوم کسب و کار برای بیزنس های دیگه ممکنه به دردمون بخوره فکر بکنیم ببینیم که چه گزینه‌هایی وجود داره در بخش مشتریان برای کافه بازار چند مورد رو مثال زدیم همین الان اولین دسته توسعه دهندگان دیولوپر کسانی که برنامه های اندرویدی ارائه میدن و تولید میکنن این میشه دسته اول مشتریان دسته دوم کاربران عادی هستن کسانی که هزینه پرداخت میکنن یک سری نرم افزارهای پولی رو خریداری میکنن یا اینکه برنامه ها رو رایگان دانلود میکنن اینها کسانی هستند که تبلیغاتی که اون دسته بعدی قرار هست نمایش داده بشه براشون روش کلیک میکنن دسته سوم هم کسانی هستند که میخوان تبلیغ بکنن حالا یا آژانس تبلیغاتی یا ممکنه یک شرکت و سازمان که میخوان جداگانه وارد عرصه تبلیغات بشن که از طریق سرویس جانبی مثلا شبیه به عدد این کار انجام میشه کارهای دیگه نمی کنند. اینو باید ببینیم و باشیم و بررسی بکنیم مثلا ممکنه تولید نرمافزار انجام بدن که مثلا نرمافزار دیوار کار همین گروه مربوط به کافه بازار هست گاگین های مختلف داره و خودش هم درامت هایی داره پس یعنی خودشون هم نرم افزار هایی دارن و از طریق اون نرم افزار ها هم درامت ارائه می کنن. پرداخت های در اون برنامه ای که ارائه میدن به دیولوپر ها فروش نرم و غیره همگی درامت هاشون هست ولی الان برای شناخت مشتریانشون این سه دسته به ذهن میرسه و یا سازمان هایی که ممکنه با کافه بازار همکاری داشته باشن جهت تولید نرم مختلف مورد پنجم پس شد چهار دسته تا اینجا دولوپرها کاربران عادی کسانی که تبلیغات میکنند و تبلیغات میخواند آجانس های تبلیغاتی به طور مثال دسته چهارم سازمان هایی که ممکنه نیاز به تولید نرم افزارهایی خواست خاص داشته باشند یعنی خدمات نرم افزاری و دسته پنجم که به ذهن میرسه ممکنه سازمان هایی باشند که بخوان راههایی رو برقرار بکنند برای پرداخت های درون با کشورهای خارجی که این رو باید بررسی بکنیم ببینیم دارند یا ندارند حد میزنم که تو این حوزه هم فعال باشند مهم نیست مهم اینه که ما این بوم کسب و کار رو بخش اولش رو تا حدودی برای کافه بازار شناختیم یک کسب و کار دیگه اسنپ هست اسنپ رو همه ما تا حدودی میشناسیم سرویس تاکسی هست برای شهر تهران کارش رو در ابتدا شروع کرده و حالا در حال گسترش هست کسب و کارش در این تاریخی که ویدیو رو ضبط میکنم نمیدونم تا چه شهرهایی رفته ولی زمانی که شما این ویدیو رو میبینید ممکنه در شهر شما هم این سرویس وجود داشته باشه اسنپ مشتریاش چه کسانی هستند اگر که اسنپ رو نمیشناسید بهتر یه جستجو بکنید در ابتدا ببینید اسنپ چی هستند و شما خودتون میتونید حدس بزنید که مشتریانش چه گروه هایی رو شامل میشه مشتریان اسنپ در اولین نگاه دو دسته هستند دسته اول کسانی که ماشین دارند و قرار هست که از این ماشین کسب درآمد